این هفته آیا کامپیوترها خواب توله سگ برقی می‌بینن؟ آیا با داده میشه جلوی نابود شدن محصولات کشاورزی رو گرفت؟ و آیا ممکنه مریم این کفش رو در بیاره؟ سیاره ما هر روز در حال تغییره. ما انسان‌ها هم سطحش رو به هم ریختیم، هم آب و هواشو و هم زندگی ساکنانش رو. وقتی خودت روی زمین باشی و وسط همین ماجرا گیر کرده باشی، به سختی میتونی سر در بیاری که چه اتفاقی داره میفته. ولی این روزا با انبوه داده‌ها و کارهایی که میشه باشون کرد، به تدریج مشکلات بزرگ رو بهتر درک میکنیم و میتونیم چیزهایی که در ابعاد جهانی تأثیر گذارند رو شناسایی کنیم. با به تصویر کشیدن این داده‌ها میشه میلیون‌ها عدد و رقم رو به چیزهای قابل فهمی برای همگان بدل کرد. مثلا نقشه که وبسایت ارستایم دانشگاه کارنگی ملون ساخته، تصاویر ماهواره ناسا رو با طیف وسیعی از داده‌ها ترکیب می‌کنه که وقایع اقلیمی و ژئوپلیتیک رو مجسم کنه. از آلودگی نوری گرفته تا حرکت پناهجوها و پدیده سفید شدن مرجان‌ها در جاهایی مثل دیواره بزرگ مرجانی. یکی از مواردی که این نوع مدل‌های تصویری خیلی توش موثره، نشون دادن اثر فاجعه‌بار سیله. اینجاست که میشه فهمید اون پژوهش‌های اقلیمی که یکی دو برنامه قبل در میامی دیدیم چرا مهمه. کافی دمای زمین صرفاً 2 درجه بیشتر بشه که کل این منطقه رو آب بگیره. در بنگلادش بالا رفتن تدریجی آب داره جمعیت انبوهی رو به خطر میندازه. سال 2017 باران‌های استوایی 1/3 بنگلادش رو زیر آب برد و علاوه بر محصولات کشاورزی، روستاها و شهرهای زیادی رو نابود کرد. فناوری نمیتونه جلوی بارش بارون و سیل رو بگیره، اما میتونه با پیشبینی برخی از اتفاقات کاری بکنه تا مردمی که در جاهای دورافتاده زندگی میکنند چاره‌ای بیندیشند. اینقدر بارون اومد که زمین رو آب گرفت، همه ای کدوام خراب شد، خیلی ضرر کردم. پارسال قبل فصل برداشت کدو سیل را افتاد و همه محصولمون رو نابود کرد. بعضی وقتا موقع برداشت بارون سنگین میاد و کل محصول رو خراب میکنه. در بنگلادش هم مثل بقیه جاهای دنیا، کشاورزها گاهی باید با طبیعت بجنگن، ولی داستان سیل زیاد تکرار میشه و با توجه به اثر مخرب سیل، مسئولان سعی میکنن پیشاپیش با تلفن و پیام صوتی به کشاورزها و دیگران خبر بدن. مردم هم میتونن به این مراکز تلفن زنگ بزنن. اونایی که تلفن ندارن یا در نقاط خیلی دور افتاده زندگی میکنن، باید برن مراکزی که به همین منظور ساخته شده و همونجا اخبار هواشناسی رو دنبال کنن. این کشاورز میگه در سیل پارسال به اندازه درآمد 3 ماهش ضرر کرده. اگر از قبل میدونستم حداقل یه مقدار بذر میذاشتم کنار، ولی سیل اونقدر ناجور بود که همه چی رو از بین برد. دولت بنگلادش و خیریه‌های بین‌المللی کمک کردند که کشاورزها و محلی‌ها با کمک فناوری راه حل‌های پایدار برای مشکلاتشون پیدا کنند. آخرین گام در این راستا یک اپلیکیشن بوده که فعلاً در مرحله آزمایشیه. اپلیکیشن سسامی از یادگیری ماشینی استفاده می‌کنه و با اطلاعاتی که از وضعیت محصولات کشاورزی و وضعیت آب و هوا در سال‌های گذشته داره، به کشاورز پیشنهاد میده زمین رو کی آماده کنه، کی بذر بکاره و کی کود بده. مثلا به این کشاورز توصیه کردن به سبزیجاتش سم قارچ کش بزنه. پیغام دادن که اگه 3 روز پشت سر هم بارون بیاد، ممکنه برگ‌ها آفت بگیرن. هر بذری چند مرحله رو طی می‌کنه: رشد، داشت، برداشت، به بار نشستن. در هر یک از این مراحل اگه هوا نوسان داشته باشه، نرم افزار به کشاورز میگه که چی کار کنه.
این اقدامات میتونه موثر باشه، ولی کشاورزان فقیر اغلب متوجه نیستند که چقدر در برابر آب و هوای نامساعد آسیب پذیرند و نمیدونن چطور میتونن احتمال ضرر رو کم کنن. در همین راستا یک برنامه دیگه هم طراحی شده که نقاط قوت و ضعف مردم مناطق مختلف رو میسنجه. نماینده های خیریه که این برنامه را تولید کردند با یک ابزار مدیریت مقاومت در برابر سیل یا به اختصار FRMT به مناطق مختلف سر میزنند تا ببینن محصول اون منطقه چیه، نمودار تغییرات آب و هواش چه شکلیه، ساختمان های بزرگ داری یا نه و چه تدابیری برای پیشگیری از سیل اندیشیده شده. نرم افزار مربوطه روی هم 88 مؤلفه مختلف رو بررسی میکنه و تصویری بسیار جامع از اینکه هر منطقه در شرایط نامساعد جبی چقدر آسیب میبینه ارائه میده. آب گرفتگی و سیل تو این منطقه بیشتر به خاطر سرریز شدن سیستم آبرسانی در منطقه باباده هاست. اطلاعاتی که نرم افزار به مردم میده به مراتب بیش از چیزیه که به طور سنتی از سدها و مخازن آبی به دست میومد. اما فکر این پناوری از یه قاره دیگه میاد، از کشوری بسیار کوچک که گاه مشکل سیل داره. 7500 کیلومتر اونورتر از بنگلادش، یعنی در سوئیس، شرکت IBM و شرکت بیمه زوریخ یک پژوهش مشترک انجام دادن که ببینن چطور میشه در مقابل سیل مقاوم شد. در دهه‌های اخیر سیل‌های ناگهانی صدها میلیون پوند به سوئیس ضرر زده. وقتی میگیم مقاومت، دنبال این که یک کلمه قشنگ دیگه بسازیم و همه تکرار کنن نیستیم، مثل پایداری یا چیزهای دیگه. مسئله مهم در بحث مقاومت اینه که تا وقتی اتفاق نیفته نمیبینیش. بنابراین ما دنبال مؤلفه‌هایی هستیم که بشه از روشون فهمید اگر فلان اتفاق بیفته مقاومت ما چطور خواهد بود و چطور میتونیم اون مؤلفه‌ها رو تقویت کنیم. پرسش اصلی اینه که چطور با وجود خطرهای جدی آسیب نبینیم و احیاناً ورشکسته نشیم. الگوریتمی که نوشتند همه مؤلفه‌ها رو اندازه میگیره و یک عدد میده که نشون میده یک منطقه و مردمش چقدر در برابر سیل مقاومند. با این برنامه میتونیم از تشخیص مهندسی یا قضاوت تخصصی استفاده کنیم که داده ها رو مرتب کنیم و از روش نمره بدیم. به نظرم رویکرد منحصر به فردی است که ما بهش رسیدیم. فناوری نقش بی‌بدیلی داشته و در این حال ساده طراحی شده که آفلاین هم بشه ازش استفاده کرد. برنامه باید طوری باشه که با ابزارهای ساده هم کار کنه، نه اینکه سخت افزار گرون قیمت نیاز داشته باشه. نظر من اینه که باید سوال فایده این کار برای من چیه رو گذاشت کنار، باید پرسید هزینه این که این کار رو نکنم چیه. دست کم در جایی مثل منیرامپور بنگلادش هزینه سیل خیلی زیاد بوده. پژوهشگران دارن نشون میدن که چقدر این منطقه آسیب پذیره. آب گرفتگی زندگی مردم رو مختل میکنه و عامل مهاجرت گسترده میشه. کارشناسان و مسئولان امیدوارن با برنامه‌ریزی مناسب و با کمک فناوری جلوی آسیب‌های ناشی از سیل رو بگیرند. اینجا هر سال سیل میاد. قبلا آمادگی نداشته، ولی الان میدونم که باید از قبل آماده باشیم. یه شب یهو سیل اومد، خونمون خراب شد. دیگه یاد گرفتیم که باید برای سیل آماده بود و برنامه ریزی کرد. این هفته فیسبوک مجبور شد دوباره عذرخواهی کنه، این بار به خاطر حذف محتوا از یک گروه غیر انتفاعی دست راستی. این همزمان بود با متهم کردن شرکت‌های فناوری به تبعیض علیه صداهای محافظه‌کار از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا. در همین حال مایکروسافت اعلام کرده که تلاش هکرهای روسی رو برای سرقت اطلاعات از گروه‌های سیاسی و مؤسسات در ایالات متحده متوقف کرده. مایکروسافت گفته که گروه هک فنسیبر پشت این حملات بوده. این روزها با در دسترس بودن وای فای و سیگنال تلفن در هواپیما به نظر میاد اعماق زیر اقیانوس‌ها آخرین مکان‌های باقی مونده در جهانن که از دست ارتباطات مخابراتی در امان موندن. با این حال محققان MIT راهی برای عبور از محدودیت هوا و آب پیدا کردن که میتونه زیردریایی‌ها رو با هواپیما در آسمان مرتبط کنه. امید میره در آینده این فناوری بتونه به مکانیابی جعبه سیاه هواپیماها در دریا کمک کنه. این هفته در کولومبیا نهادهای دولتی برای کشف مزرعه‌های غیرقانونی کشت گیاه کوکا که در تولید مواد مخدر ازش استفاده میشه شروع به استفاده از پهپاد کردن.
این پهپادها به سمهای علفکش مجهزن که خطر آسیب زدن به محصولات مزارع اطراف رو کاهش میده. منتقدان البته میگن این مشکل نیاز به اقدامات سیاسی داره، نه راه حل‌های فناوری. و در آخر این هفته یک ویدیو در توییتر که ربات انسان نمای ترسناکی رو در حال قدم زدن نشون میداد، خیلی ها رو به واکنش واداشت. خوشبختانه معلوم شد ربات ها قیام نکردن و این موجود در واقع نسخه آزمایشی شخصیتی از یک فیلم کوتاه به اسم آدام بوده که به طور زنده به وسیله گرافیک کامپیوتری روی تصویر این جاده رندر شده. اشیا همیشه اون چیزی که به نظر میرسن نیستن. امروز میخوام چند تا فناوری پوشیدنی رو امتحان بکنم که ظاهرشون با کارایشون یه مقداری فرق داره. من میخوام این عینک آفتابی رو بذارم تا یکم موسیقی گوش بدم. خیلی جالبه. از طریق استخون جمجمم داره صدا رو برای من پخش میکنه. یعنی هیچ چیزی توی گوش من نیستش. در این قسمت ها هم دوتا میکروفون روش نصب شده که از طریقشون میشه صدای ما رو دریافت کنه. عینک آفتابی وکسوس رو با لنز طبی هم میشه تهیه کرد. توش از فناوری رسانایی استخوانی استفاده شده تا از طریقش بشه صداها رو شنید. با استفاده از صفحه لمسی روی دسته هاش هم میشه موسیقی رو عوض کرد یا تلفن زد. Hey Siri, call Nima. Calling Nima. سلام نیما جان. سلام مریم. چطوری؟ خوبم، خسته نباشی. تو هم خسته نباشی. من رسیدم و نمیای؟ کجایی؟ Hey Siri, direct me to BBC Broadcasting House. از طریق اپ نقشه هم میشه جهت ها رو شنید. خوبیش اینه که تو گوشام هم هیچ چیزی نیستش. هم میتونم موسیقی گوش بدم، هم صداهای اطراف رو بشنوم. برای همین ماشین منو قرار نیست زیر بگیره. این عینک واقعا کاری رو که ادعا میکنه انجام میده. هرچند به نظر من کیفیت پخش موسیقیش چنگی به دل نمیزنه. گوشی تلفن من صدا رو تو این باز ضبط میکنه. این هدفونا با ظاهر عجیب و غریب قرار صدا رو به صورت سه‌بعدی در بازه 360 درجه اونطوری که به گوش ما میرسه ضبط بکنن. میکروفون های هدفون هوکودیو در این دو قسمت، یعنی روی ورودی هدفون ها به داخل گوش ها نصب شدن. باهاشون میتونین صدای محیط رو به صورت بی سیم ضبط کنین یا با موبایلتون فیلم بگیرین. در صورت استفاده از دوربین گو پرو یا دی اس ال آر هم باید با سیم به دوربین وصلشون کنین. حالا اومدم توی مکان عمومی پر سر صدا که میکروفون این هدفون ها رو امتحان بکنم. این ور دارن آپویج میگیرن، اون سم دارن قهوه درست میکنن، مردم سر و صدا میکنن و همینطور صدای موسیقی داره میاد. برای ضبط صدا همزمان با گوشی من فیلم میگیرم. باید بگم گذاشتن هدفونش چندان راحت نیست، ولی خب نکته اصلیش قابلیت ضبط کردنشه. خب اومدم یه جای آرومتر که صدایی که ضبط کرده بودم رو گوش بدم. البته ویدیوش خیلی هیجان انگیز نیستش، اما صدایی که من میشنوم یه بخشش از این سمته، یه بخشش از این سمته، یه بخشش از این سمته، یه بخشش از این سمته. اما این چی میتونه باشه؟ این یه کیبورد و ماوس پوشیدنیه. از طریق بلوتوث میتونه به وسایل مختلف وصل بشه و بعد کارکرد کیبورد و ماوس رو پیدا میکنه، به این صورت که روی هر سطح سفتی با فشار دادن انگشتاتون میتونین تایپ کنین یا ماوس تکون بدین. تپ رو روی هر کدوم از دستاتون میتونین سوار کنین. خودش تنظیمات ثابت داره، ولی میتونین خودتون هم هر جوری میخواین تنظیمش کنین. یه اپلیکیشن هم داره که با بازی و به زبون ساده طرز کارش رو یاد میده. کار کردن باهاش یه مقداری سخته، برای اینکه برای من 10 دقیقه طول کشید فقط بتونم 5 تا حرف رو یاد بگیرم و تایپ بکنم. از تپ برای کنترل اپلیکیشن و بازی هم میتونیم استفاده کنیم، مگر اینکه ترجیح بدیم موقع بازی چند کالری هم بسوزونیم. حالا میخوام برم تردمیل رو امتحان بکنم که قراره با بازی در واقعیت مجازی ورزیدمون بکنه. البته اختراع تازه‌ای نیست، اما اولین باره که داره به بازار عرضه میشه. برای ورزش و بازی همزمان باید این کفشای سرسری رو بپوشم و با عینک وارد دنیای واقعیت مجازی بشم. خیلی هیجان انگیزه و همزمان از آدم کلی انرژی میبره. سوختم. امتحان کردن این فناوری‌ها تفریح خوبی بود، ولی بعد استفاده از این وسیله‌های عجیب و غریب
حس میکنم لازمه برم یک کم با کفش و هدفون معمولی مثل بچه آدم ورزش کنم. میدیا لب دانشگاه MIT در بوستون یک ساختمان چند طبقه است که در گوشه گوشش دانشمندان و پژوهشگران روی حسای لامسه، شنوایی، چشایی و بینایی کار میکنند. در یکی از این گوشه‌ها چند نفری هستند که در تلاشند تا با هک رویاها و خوابهای انسان به افزایش خلاقیتش کمک کنند. خواب چیز عجیبیه. خوابای من که عجیبه. معلوم نیست چی به چیه. ولی بعضیا معتقدن همین خوابای عجیب غریب ممکنه توی بیداری به کار آدم بیاد. آدم معمولا وقتی به یه مسئله زیاد فکر میکنه دلش میخواد چرت بزنه. ولی خوابی که توی اون چرت میبینه میتونه به حل مسئله کمک کنه. تحقیقات بسیار جالبی شده که نشون میده اگر خواب یه مسئله رو ببینی، شانس اینکه حلش کنی 10 برابر میشه. موضوع اینه که اون خواب یادت بمونه. معروفه که نوابغی مثل سالوادور دالی، نیکولا تسلا و توماس ادیسون سعی میکردن درست موقعی که به این زمان طلایی بین هوشیاری و خواب میرسند خودشون رو بیدار کنند. مثلا یک توپ فلزی یا یک قاشق میگرفتن دستشون، همین که چرتشون میبرد اون توپ یا قاشق میافتاد و از خواب میپریدند. این رو باید از این ور ببندیم به دستتون. توی مدیا لب شیوه امروزی تری ابداع کردند با یک دستکش و یک ربات سخنگو. کاری که ما میکنیم اینه که 3 علامت حیاتی شما رو رصد میکنیم. ضربان قلب، مغز و عضلاتتون رو. منتظریم برسین به اون مرحله‌ای که نه کاملا بیدارین و نه کامل خواب. منتظر میشینیم تا درست لحظه‌ای که شما داری وارد مرحله بعدی خوابت میشی یه صدای کوچیک از یه ربات در میاریم. این صدای یه لحظه شما رو میپرونه، یعنی خواب خواب نیستی. بعد آزمایش میکنیم ببینیم کلمه‌ای که در اون لحظه گفتیم وارد خوابی که شما میبینی شده یا نه. در واقع عنوان مسئله‌ای که داری بهش فکر میکنی رو وارد خوابت میکنن. بعد که بیدار شدی به حرفایی که تو خواب زدی گوش میکنی ببینی چیز خلاقانه‌ای توش گفتی که به درد حل مسئله بخوره یا نه. در اون لحظات مغز شما به طرز غیرعادی همه چی رو به هم ربط میده، یعنی درک شما بسیار منعطفه. مثل بیداری نیست که فکرت رو ارزیابی کنی یا نقد کنی. در نتیجه چیزهای خیلی عجیب و غیرعادی به فکرت میاد، چیزهایی که توی خواب میبینی ولی ممکنه بعدن توی بیداری به کار بیاد. البته در صورتی که حاضر باشی بعدن به حرفای عجیب و غریب خودت گوش کنی. این نمونه رو که یکی ضبط کرده گوش کنید. You are falling asleep. Think of a fork. A fork. Tell me, what are you thinking? Fork is run under a sink. There is a maze in the fork. And they're on the moon. And the fork is planted as a flag. And the maze is made of grass and shaped like a brain. And there are cats in the maze and spiders. And the spiders, they're... legs are made of metal and they have ears and someone scratches the ears with a fork. نتیجه آزمایشاشون این بوده که آدم‌هایی که از این روش استفاده می‌کنند کاربردهای خلاقانه‌تری برای اشیا پیدا می‌کنند و می‌تونن قصه‌های طولانی‌تر یا نقاشی‌های بیشتری خلق کنند. هیچ بعید نمی‌دونم تر این کلیپ تبلیغاتیشون رو هم با همون دستکش توی خواب نوشته باشن، یا نکنه آدم کلاً دوست داره شب و اینطوری بخوابه. تا پای تلویزیون چرتتون نبرده به این سوالم فکر کنید، بلکه توی خواب جوابشو پیدا کردید. سوال اینه، آیا کامپیوتر میتونه خلاقیت داشته باشه؟ این نقشه‌ای که میبینید برنده مسابقه 100,000 دلاری هنر ربات‌هان. همه اینها رو ربات کشیده. این یکی کپیه که از نقاشی‌های معروف سزانه. ولی این یکی تفسیر هوش مصنوعیه از یک تصویر، حدوداً شبیه همون کاری که یک هنرمند میکنه. نکته اینه که هرچی کامپیوترها بیشتر در مورد دنیای تصویرها یاد میگیرند کارهای عجیبتری میکنند. یه
بعضی از هنرمندا با دیپ دریم کار میکنن و نتیجه کارشون یه جور زیبایی شناسی وهم‌آلود داره. بعضی هم هستن که اصطلاحاً انتقاد سبک میکنن، یعنی یه تصویر رو میگیرن و تبدیلش میکنن به طرحی که انگار مونه یا پیکاسو کشیده. شرکت گرافیکی انویدیا قبلا از شبکه‌های عصبی استفاده کرده بود که یک مجموعه از عکس‌های معروف رو بگیره و از روش سلبریتی‌هایی بسازه که وجود ندارن. اخیراً یه جور هنرمند جدید ظهور کرده که حتی توی نمایشگاه عکاسان لندن هم نمایشگاه می‌ذارن. نه تنها عکاس نیستن، بلکه هنرمندی هم نیستن که با جلوه‌های بصری کار کنن. به خودشون میگن نوروگرافر. در واقع دو تا شبکه عصبی رو برمی‌دارن، با یکیشون تصاویر تصادفی تولید می‌کنن و با اون یکی انتخاب می‌کنن. میتونید اینجوری فرض کنید که با یه چهره شناس طرفین. کاری که می‌کنه اینه که هی تصویر می‌سازه و هی تصویرش رد میشه. بالاخره بعد از 330 دفعه یه تصویر میده بیرون که دیگه فقط مشخصات ظاهری آدمو نداره، بلکه کاملا یه صورته. بعد از 4000 بار سعی و خطا، ماشینی که تا حالا چهره ای ندیده چهره هایی میسازه که به هیچ وجه وجود ندارن، کاملا خیالی هن. من بیشتر حرف نمیزنم، خودتون نگاه کنید و تصمیم بگیرید که آیا به جایی رسیدیم که بگیم ماشین ها خلاقیت دارن یا نه. ماریو کلینگمان کسیه که اولین بار واژه نوروگرافر رو استفاده کرد. در حاشیه مراسم اهدای جوایز پیتری برای پست فوتوگرافی در نگارخانه عکاسان رفتیم سراغش. ماریو سعی نمی‌کنه چهره آدم بکشه. می‌خواد ببینه هوش مصنوعی ممکنه چه تصاویر زیبا و عجیبی خلق کنه. یکی از شبکه‌های عصبیش فقط مختص پورتره‌های قرن 19 تصویر چهره آدم واقعی رو می‌گیره و باهاش تصاویر جدید می‌سازه. I definitely see that many artists or let's say traditional artists. الان خیلی از هنرمندها، بذار بگیم هنرمندهای سنتی، از این امکانی که ماشین به عنوان منبع الهام یا ابزار کار بهشون میده به وجد اومدن. البته مثل خیلی چیزهای دیگه زمان میبره تا چنین چیزی کاملا در هنر معاصر پذیرفته بشه. Fully accepted element in contemporary art. بگذاریم که ایده خلق تصویرهای تصادفی و انتخاب تصادفی آثار برای نمایشگاه چیز تازه‌ای نیست. دهه 60 میلادی هم فرانسیس بیکن توی مصاحبه با بی بی سی در موردش حرف زده بود. من اینجوریم که اگه کار به درد بخوری بکنم، اون موقعیه که خودم آگاه نیستم دارم چه کاری میکنم. I often get that from people saying that what I do reminds them of Francis Bacon. بعضیا بهم میگن که کار من اونا رو یاد فرانسیس بیکن میندازه. منم از عامل تصادف استفاده میکنم و از کارهای پرتعداد. برای اینکه بخشی از کار من همینه که در عرض چند ساعت با این مدل‌ها صدها یا هزارها حالت از یک تصویر واحد ایجاد میکنم. در حال حاضر شاید حداکثر 1% کل این تصویرها رو نگه دارم. واقعیت اینه که خیلی از این تصاویر چشم نوازند و همین نکته باز این سوال رو در ذهن آدم ایجاد میکنه که هنر چیه و کی میتونه هنر خلق کنه. دانشمندی در یک کتاب تازه در مورد هوش مصنوعی نوشته بود اگه به این سادگی میشه سبک بعضی از برجسته ترین آهنگسازان دنیا رو به کد کامپیوتری بدل کرد، شاید بشه گفت بعضی از بهترین هنرمندان تاریخ بشر بیش از آنچه دوست داریم باور کنیم به ماشین نزدیکن. رابی بارت یکی دیگه از هنرمندانیه که با هوش مصنوعی کار میکنه. بیشتر منظره میکشه. همینجور که نقاشی ها رو نگاه میکنید، فکر کنید شاید پرسش درست دیگه این نباشه که ماشین ها میتونن خلاق باشن یا نه. به جاش باید پرسید آیا بعضی از اشکال خلاقیت ماشینی هند؟ ممکنه این نوع لذت بردن و بها دادن مذهب گونه به یک اثر به مرور و با توان ماشین هایی که میتونن به مراتب بیشتر تولید کنن از بین بره. سوالی که اون وقت پیش میاد اینه که چه چیز این آثار ماشینی رو باید تحسین کنیم؟ ضمناً قطعی که این مدت داشتید میشنیدید اثر ویوالدی نبود. کار هوش مصنوعی بود، یا بهتر بگیم محصول برنامه‌ای که دیوید کوپ نویسنده و دانشمند و آهنگساز نوشته. یکی دیگه از برنامه کلیک همینجا به پایان میرسه. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید.
به نشونی bbcpersian.com/click از طریق یوتیوب بی بی سی فارسی این برنامه و برنامه‌های پیشین رو تماشا کنید، با ما در تماس باشید، از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk و از راه توییتر با شناسه @persianclick. ممنون از همراهیتون، تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.